به نام خدا در ترم ششم قسمت حسابداری رو شروع میکنیم که یکی از مهمترین و اساسی ترین ماجول های یک سیستم یک پارچه ERP هستش. این در واقع تمام ساب سیستم ها و ماجول های دیگه اطلاعات خودشون رو کوانتیتایز میکنن، به عدد و رقم تبدیل میکنن و به شکل ترانزکشن های حسابداری انتقال میدن نتایجش رو به سیستم حسابداری و در نهایت این سیستم هستش که گزارشات نهایی سیستم ERP رو قرار برای ما تولید بکنه و همه ساب سیستم های دیگه هم حول این سیستم میگردن. ما توی این بخش در واقع اومدیم دو بخشش کردیم. توی قسمت اول که شامل 6 جلسه هستش راجع به مفاهیم حسابداری صحبت کردیم، در مورد درخواره حساب ها یا تعریف حساب ها یا همون چارت آف اکانت در این سطح. حالا این رو ما اینجا 5 سطح در نظر گرفتیم، ولی تو برنامه امکانه که تو سطوح بیشتر یا کمتر باشه رو داره. و بحث جدول مراکز ما به اصطلاح یا حساب هایی که منحصر به فرد هستند، ما اسمشو اینجا گذاشتیم یونیک آیدی، به هر موجودیتی که در حسابداری یک ترانزکشنی قرار باشه داشته باشه ما یک کد منحصر به فرد بهش میدیم و اون حساب که میتونه تو شاخه های مختلف این درخواره حسابا عرف بشه. به عبارت یک یونیک آیدی میتونه این تا حساب داشته باشه، حسابایی که با همدیگه در ارتباط هستن. به اصطلاح کد ربط هم بهش میگن، ولی ما توی از این به بعد توی سیستم به عنوان یونیک آیدی باش در واقع ارتباط برقرار میکنه. و صحبت از ورود سندهای حسابداری هست. این 6 جلسه رو بابت این در نظر گرفتیم. در جلسه اول مفاهیم حسابداری و ساختارهای اطلاعاتی رو که مربوط به اون هست رو میگیم. حالا در مورد خود معادله حسابداری که حالا دارایی مساوی با بدهی به علاوه سرمایه یک سری صحبت میشه، مفهوم ترانزکشن و بدهکار و بستانکار و سند حسابداری خیلی صحبت میشه که اینها اصل و اساس و بنیان سیستم حسابداری هستن. و در مرحله دوم ما یک درخواره جامع کامل پنج سطحی یا این سطحی رو میخوایم باز بکنیم و به عنوان استاندارد در واقع همه حساب ها رو توش یه مروری بکنیم. این درخواره تو تمام بیزینس ها، تمام شرکت های تولیدی، فروش، خدماتی قابل پیاده سازی هستش. و یونیک آیدی ها رو تعریف میکنیم، محدوده شون و نحوه ارتباطاتشون و و ریفرنس هایی که یک یونیک آیدی با ساب سیستم های دیگه داره، مثلا فرض کنید قراردادهای خریدش یا فاکتورهای فروشش یا چکهای دریافتی و غیره. بعد میایم یک آورویو میکنیم تعریف سرشاخه های اصلی یا سرفصل های حساب ها، دارایی ها و بدهی ها، سرمایه و ارزش ویژه، درآمد، قیمت تمام شده کالای فروش رفته و هزینه ها. اینا در حد معرفی فقط که طرف با این مفاهیم آشنا میشه. تو جلسه دوم ما میایم بحث تشخیص حساب رو مطرح میکنیم. حالا تا چند جلسه دیگه هم این کار رو ادامه خواهیم داد. اساسا حسابداری رو یه علم نمیدونن، میگن حسابداری هنره و اون قسمت هنرش مربوط میشه به همین تشخیص حساب، قسمتی که خلاقیت توش داره و طرف باید بشینه فکر بکنه که این حسابی که الان من دارم ثبت میکنم، این ترانزکشنو در کجای ترازنامه تأثیر خودشو میخواد نشون بده. و تشخیص اون حساب خیلی مهمه و یا نه بدهکار بستانکار کردن که خب به هر حال یک کاری که همه دارن انجام میدن. قسمت اول میام در مورد دریافت و پرداخت صحبت میکنیم.
همه اینها به شکل مثال هستش، یعنی با مثال یاد میگیرن. یک پولی یا یک چکی رو یا یک وجهی رو توی بانک ما دریافت میکنیم یا پرداخت میکنیم، کی بدهکار میشه، کی بستانکار میشه، معادله حسابداری چه شکلیه، چه حسابایی درگیر میشن. توی انبار اگر ما یه خریدی با یه فروشی انجام بدیم که توش عوارض و مالیات هم داشته باشه، چه حسابهایی درگیر میشن. در قسمت انبار اگر برگشت از فروش یا برگشت از خریدی داشته باشیم چطور میشه. در قسمت انبار اگر ما انتقال بدیم از یه انبار به انبارهای دیگه شرکت و یا بخوایم رفع مغایرت بکنیم بین انبارها یا تعدیل قیمت یا تعدیل موجودی بخوایم انجام بدیم، چه حسابهایی درگیر میشن، کی بدهکار میشه، کی بستانکار میشه. تو قسمت دارایی های ثابت یا اموال وقتی که ما خریدی میکنیم یا فروشی میکنیم یا استهلاک حساب میکنیم، چه حسابهایی درگیر میشن. اگر همین اموال رو ما در موقع تعمیر و نگهداریش یا یک سرویس کلی آورهال سرویس داشته باشیم، چه حسابهایی درگیر میشن. در مورد پروژه ها و یا سفارشات داخلی یا خارجی وقتی که یک کاری رو میخوایم در واقع شروع بکنیم و این طی چندین زمان مختلف ممکنه طول بکشه، هزینه های مختلفی شارژ میشه بهش، در نهایت اون تبدیل میشه به یه دارایی یا به یک موجودی انبار، میخوایم ببینیم که چه حسابهایی درگیر میشن. در جلسه سوم همین بحث تشخیص حساب رو میایم ادامه میدیم در مورد حسابهای دریافتنی غیر تجاری مثالهایی رو میزنیم و در مورد سرمایه گذاری ها، سپرده ها و پیش پرداخت ها صحبت میکنیم، همش با مثال هاست. و اسناد پرداختنی تجاری رو و اسناد پرداختنی غیر تجاری اونها صحبت میشه و در مورد ذخیره ها و سپرده ها. در جلسه سوم چهارم ادامه میدیم بحث رو با پیش دریافت ها و وام های کوتاه مدت، وام های بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه، درآمد و سود یا زیان و فروش، درآمد، برگشت از فروش و تخفیفات، اینها به چه شکلی هست. در مورد سایر درآمدهای عملیاتی یا هزینه های عملیاتی صحبت میکنیم که حالا دیگه ربطی به فروش نداره ولی درآمده. در مورد نان آپریشنال اینکام، اینکام های غیر عملیاتی یا هزینه های غیر عملیاتی حساب هایی رو بهشون نشون میدیم و قیمت تمام شده کالای فروش رفته. ادامه میدیم در جلسه پنجم این بحث تشخیص حساب رو با تولید. حالا راجع به هزینه های تولیدی صحبت میکنیم، اهم از مواد اولیه و دستمزد مستقیم. و دوباره در تولید بحث آورهد یا هزینه های سربار رو داریم که میتونه دستمزد غیر مستقیم باشه و یا تو همین بحث آورهد میتونه هزینه های پرسونلی باشه یا هزینه های عملیاتی. یعنی این آورهد ما خودش سه بخش داره، چهار بخش داره. یکی در حقوق غیر مستقیم، هزینه های پرسونلی، هزینه های عملیاتی و استهلاک ها. اینا همه رو با هم ما اسمشون بگیریم اوورهد. و در جلسه ششم در واقع میایم هزینه های اداری تشکیلاتی رو بررسی میکنیم، انواعش رو، هزینه های توزیع و فروش و هزینه های مالی اهم از بانکی یا غیر بانکی و جذب یا کنترل هزینه های تولیدی، قسمت مواد و دستمزد و سربار که در واقع میشه طرف حساب رسیدن بارهای دریافت محصول توی تولید. و میایم رو حساب های انتظامی
که حالا نسل ما یا حساب‌های انتقامی نسل دیگران و تراز افتتاحیه و اختتامیه. ببینید تمام حساب‌هایی که ممکنه توی یک بیزینس به هر شکلی رخ بده رو کل شما با مثال‌های مختلف و اینکه اینا کی بده کار میشن، کی بسان کار میشن به بچه‌ها آموزش میدیم. در نتیجه حالا تو هر محیط عملیاتی برن یه تصویر از این معادله ها و مفاهیم حسابداری تو ذهنشون هستش. در بخش دوم که 6 جلسه هست در مورد پردازش سندهای حسابداری و گزارشات که مربوط به سندها میشه صحبت میکنیم. ما راجع به نوع سندها و اینکه به طور دستی فعلا بخوایم سند وارد بکنیم تو جلسه هفتم صحبت میکنیم که چطوری چه ابزارهایی داریم که در داخل سند شما بتونید یک سری خط بگیرید، یک سری رکوردها رو پاک بکنید، ارسانم که به طور گروهی جایگزین بکنید و خلاصه سند رو به طور دستی سطراش رو بچینید کنار هم، ترانزکشن ها رو به دکارستان کار بکنید و یا اینی که تو ثبت اون سنده برین ترانزکشن ها رو از بقیه سندهای دیگه، از یک سری سندهای دیگه یه بخشش رو بار بکنید، لود بکنید و یا اینی که فیلتر کنید، اوردر کنید یا به تک تک سطرهای سند برای هر ترانزکشنتون یه اتچمنتی، تصویری، عکسی، یه فایل اکسلی، هر چی که مایل باشید اتچ بکنید به اون ژورنال به عنوان ضمائم برای به ازای هر ترانزکشن. و اینکه یه سری سه تا ما مرکز توجه داریم در سند، با اینا خیلی بعدن کار داریم که اسمشو گذاشتیم شماره و مقدار و زمان، ولی شما هر اسم دلخواه دیگه ای رو میتونید بهش نسبت بدید، تو پارامترها تنظیم بکنید که اینها میتونن اختیاری باشن یا اجباری، بستگی به تعریف اون حسابه داره. بلکه حسابا مشخص میشه تو تعریفشون که آقا اینا حتما مثلا شماره و مقدار باید داشته باشه. و اینکه حالا کل سند رو اینجا داخل سند صحبت شد، حالا میایم که بگیم حالا بین مجموعی از این تا از سندها که هر سندم یه تعدادی از ترانزکشن ها رو داره، تعداد خطاش هم نامحدوده، میتونیم حالا ما چطوری سندها رو ادیت کنیم یا بین اونا سند درج بکنیم یا یه سند رو حذف بکنیم، در واقع شماره سریال سندهای بعدی و قبلی رو بیایم دوباره رینامبر بکنیم کل سند. در قسمت هشتم ما راجع به این که چطوری این سندهای حسابداری رو بتونیم براوز بکنیم، در واقع ویورشون هست، اگرشون چاپ بگیریم اونها رو لود بکنیم یا در همدیگه ادغام بکنیم سندها رو، که اولین چیزی که صحبت میشه همون ویور که براوزرشه، فیلتر داره، فرش داره که ما به راحتی بتونیم حرکت کنیم سندها رو بالا پایین کنیم و متنش رو همون آن ببینیم، بتونیم یه تعدادی از این سندها رو انتخاب بکنیم، نشونه گذاری بکنیم یا بر حسب نظم خاصی مرتب کنیم، گروه بندی کنیم و اگر این سندها در واقع چاپ تهیه بکنیم تو همون براوزر چاپ سند بگیریم و یا اینی که از طریق براوزر بتونیم عملیات درج و اصلاح و حذف خود سند رو به طور کامل لابلای سندهای دیگه انجام بدیم و یا اینی که از یه شرکت دیگه بریم سندها رو بار بکنیم، از یک مسیر دیگه بریم مجموعه ای از سندها رو بیاریم با پشت ردیف‌های جدید بار بکنیم توی سیستممون و اینکه چطوری کل سندها رو یه مجموعه ای از سندها رو به طور گروهی مثلا 20 سند آخر رو بخوایم پاک بکنیم یا ریپلیس بکنیم به طور گروهی، جایگزین بکنیم یه مقداری رو تو یه سری از سندها با هم دیگه و یا اینی که بیایم یه مجموعه ای از ترانزکشن هایی رو با یه شرطی از لابلای یه سری سندها دیلیت و ریپلیس بکنیم. اینها امکانات خیلی پیشرفته بسیار خطرناکیه که در واقع اگر سندها قطعی شده باشن روی اونها کار نمیکنه،
خوشبختانه و فقط سندهای موقت رو عمل میده، ولی خب با یه دستور حساب نشده شما میتونید کل زندگی حسابداری رو کن فیکون بکنید و به هم بریزید. و در نهایت ما یه سری کنترل هایی که روی سند داریم و یا به اصطلاح خودمون ما میگیم تست بالانس یا بالانس تست، یک ماجول هایی هستن که میان این سند ها رو بررسی میکنن و در واقع اونها رو رفع مغایرت میکنن، نشون میدن که چه اشکالاتی درش هست، میتونیم ما اینا رو در واقع پیگیری بکنیم. قسمت جلسه نهم با یه امکان خیلی جالبی برخورد میکنیم که به شکل زیرو سکند، یعنی زمان صفر، مستقل از اینی که حالا شما 2000 تا رکورد داشته باشید یا 20000 تا داشته باشید یا 20 میلیون تا رکورد، هر چقدر میخواد باشه، زمان صفره. ما چطوری میتونیم روی یه درخواره چند سطحی روی حساب حرکت بکنیم و در صفر ثانیه گردش اون حساب رو همون لحظه رو صفحه ببینیم؟ و این در واقع امکان خیلی جالبی هستش که تو برنامه ویژوال توتال ما طراحی کردیم. اول از این درخواره حساب ها شروع میکنیم که به شکل چند سطحیه، رو هر سطحی حرکت بکنیم و این گزارش رو ببینیم. بعد بیایم به شکل همزمان هم ترانزکشن ها هم جورنالش رو بتونیم تریس بکنیم، یعنی اونجا که داریم گردش حساب رو نگاه میکنیم، بیایم همون آن خود سندی که این ترانزکشن یک سطر از اون سنده بوده رو هم همزمان ببینیم. یعنی در واقع میشه طرف حساب های اون ترانزکشن رو هم همزمان تریس کرد و دید. اینا همه در صفر ثانیه اتفاق میفته. و یا اینی که بتونیم یک سری فیلتر بگاریم، ادیت کنیم یا ریپورت بگیریم از اون گردش ها تو همین فرم مرورگر. و بالاخره اینی که ما بتونیم در واقع مانده حساب ها رو روی همین درخواره چند سطحی به آنی ببینیم، یعنی وقتی که داری حساب رو میبینیم ماندهش هم داری میبینیم، چقدر تو بانک سطح پایین تر، بانک A، بانک B، بانک C بدهکاران چقدر بدهکارن، باز میکنیم سطح پایین تر به ترتیب افراد الی آخر، یعنی در واقع یک بالانس شیت، یک ترازی رو داره به شما به شکل درخواره‌ای نشون میده که شما رو سطوح مختلف میتونید حرکت بکنید. و اینکه چطوری همزمان دو تا سال رو یا دو تا شرکت رو با هم حسابش رو ببینید، یعنی وقتی که حرکت میکنید هم حساب سال جاری رو داری میبینی هم داری مال سال قبلش میبینید همزمان که بتونید مقایسه بکنید، یا ممکنه اصلا دو تا شرکت مجزا رو بخواد با هم مقایسه بکنید. برای شرکت های هولدینگ که شرکت های تابعه زیادی دارن این خیلی روش خوبیه. و همین امکان زیرو سکند رو در جلسه دهم این دفعه میان برای یونیک آیدی میگیم. فرق این با این اینه که اینجا رو درخواره حسابا هر حساب رو جدا جدا میدیدیم رو سطوح مختلف، اینجا هر یونیک آیدی رو، هر مرکز رو جدا میبینیم. حالا یه مرکز هم این تا حساب ممکنه باشه درگیر باشه و تمام ریپورت های متناسب با اون وابسته با اون رو ببینیم. مثلا اینکه روی یونیک آیدی که وایستادیم همونجا بدونیم تمام حساب های گردش تمام حساب های وابسته در حسابداری اون مرکز رو بتونیم یه جا ببینیم، اون حساب به حساب بود، این همه رو با هم نشون بده. یا روی مرکز رو که وایستادیم تمام چک هایی که از طرف گرفتیم، چکایی که بهش دادیم، پولایی که گرفتیم یا دادیم به شکل کش، یا وجوهی که به طریق الکترونیکی تو بانک ما اومده یا رفته برای اون شخص، همه رو جدا جدا به شکل فرم فت و زیرو ثانیه بتونیم مرور بکنیم. روی اون یونیک آیدی تمام فاکتورهای فروش یا خریدی که به نامش صادر شده، همه حواله ها و رسید انبارهایی که برای اون مرکز بوده رو
همزمان ببینیم چیا فروختیم چیا خریدیم، تمام برگشت در خرید و برگشت در فروش ها رو بتونیم ببینیم برای اون مرکز و تمام قراردادهای خرید و قراردادهای فروشش رو همزمان ببینیم، تمام برنامه در واقع انتقال انبار به انبار و یا مغایرت انبار به انبارهایی که مربوط به اون مرکز بوده و بالاخره اینی که بتونیم یه دونه گزارشات خلاصه‌ای بگیریم از حسابداری که مربوط به اون مرکزه که بر حسب این سه مرکز توجه بتونیم ما اینها رو گروپ کنیم. بسیار امکان جالبیه. اینجا که صحبتش کرده بودیم سه تا مرکز توجه تو هر سطر از سند میتونیم داشته باشیم، حالا اینجاست که میتونیم ازش گزارشات گروه بندی شده و خلاصه ببینیم که حالا میبینید چه مسائل پیچیده‌ای در حسابداری رو ما میتونیم با این سه تا ریفرنس ها به راحتی حل بکنیم. خلاصه اینه که این امکان برای کسی که توی کاستامر سرویس یا فرانت دسک وایساده فقط یه فرمی رو باز میکنه، به محض اینکه مشتری زنگ میزنه یا باش تماس میگیره کد مشتری رو که بده به تمام این اطلاعات در زیر و ثانیه دسترسی داره، همزمان میتونه ببینه چیا گرفتیم چیا دادیم چه چکایی گرفتیم چه پولایی دادیم چه جنسایی خریدیم چه جنسایی پول، همه همزمان روی صفحه نشون داده میشه، یه اسکرین بزرگ میخواد و همین و دیگه نیاز نیست وارد و خارج بشه. جلسه 11 از این بخش میاد در رابطه با تراز آزمایشی، هم چند سطحی و هم چند ستونی. چند سطحی به خاطر اینکه خب درخواره ما چند 5 سطحی بود، خب ما بگیم رو سطح 1 تراز ما بده، سطح 2 تراز بده، یا سطح 1 و 2 رو با هم تراز بده، یا اصلا از سطح 1 تا سطح 5 همه رو با هم تراز بده، بهم میگی مالتی لول. مالتی کالوم هم به خاطر اینکه ما تراز آزمایشی 4 ستونه، 6 ستونه، 8 ستونه و 10 ستونه داریم، یعنی رو همه اون سطوح میتونیم بگیم ما مثلا تراز 6 ستونه بخوایم. و یک امکان خیلی جالب دیگه هم این که بیایم یه تراز مقایسه‌ای بگیریم که بیا دو تا سال مالی یا دو تا شرکت رو با هم دیگه همزمان نشون بده که من بتونم مقایسه بکنم. و یا اینی که این دیگه واقعا جالبه، تراز تلفیقی بهش میگیم. تراز تلفیقی جاییه که ما یک شرکت هولدینگ این تا شرکت زیر مجموعه داره، تمام اون شرکت ها بدنه استراکچر اصلی در واقع درخوارشون این همه و حالا به راحتی ما میتونیم یه تراز تلفیقی بگیریم، یعنی وقتی که میگه مثلا دارایی های شما اینقدره، رفته تمام تراز های اون انتا شرکت دارایی هاشو جمع کرده در اونجا به شما نشون میده و همه رو به طور یک جا ببینیم. یک تراز دیگه ای هم داریم که میاد بر اساس اون مراکز توجه که عرض کردم بر اساس اونها گروه بندی میکنه، یا همون مرکز هزینه هایی که بعدا ما تو سند میخواییم به کار ببریم تراز به ما میده. و یک مدل دیگه ای هم داریم که 12 ماهه میتونه به ازای هر ماه 3 تا ستون دستمزد و سربار و مواد رو به ما نشون بده. خیلی راحت میتونیم تعریف بکنیم که بله این حسابا رو اگه رو درخواره با هم دیگه جمع کنیم اسمش رو میتونیم بگیم لیبر، به همین ترتیب برای آورهد و متریال هم همینطور. بعد اینها رو با هم جمع میکنه و این ماهه به من گزارش میده که خیلی راحت من میتونم یه نمودار مقایسه‌ای داشته باشم برای از اول تا آخر سال به تفکیک ماها. در جلسه آخر از ترم ششم حالا به جای ترایال بالانس یا تراز آزمایشی این دفعه راجع به یک ترازنامه صحبت میکنیم، ترازنامه که باگم میتونه این سطحی باشه و سندزنهای اتوماتیکمون. عرض کنم که در یک
طرحنامه‌ای که فرمیولیت، یعنی شما میتونید از سطوح مختلف از درخواره به وسیله فرمول‌هایی که خودتون تعریف میکنید یک سری حسابا رو با هم جمع و تفریق بکنید و یه اسمی بهش بگارید و این اکسپرشن، این عبارت محاسباتی رو میتونید بچینید در دو طرف در واقع یک طرحنامه که حالا سمت چپش میتونه دارایی ها باشه و سمت راستش هم میتونه بدهی و سرمایه باشه که اینها دو طرف وقتی حرکت میکنن در پایان شما سودوکیان رو میتونید ببینید. همین طرحنامه به شکل تک ستونش هم هست، حالا قسمت بالا دارایی هستش، قسمت با این هم میتونه بدهی و سرمایه باشه و سودوکیان که باز اینها با فرمول ساخته میشه. مهم نیستش که حالا حسابای شما به چه ترتیب تعریف بشه، این انقدر قدرتمند هستش که هر فرمولی رو از شما میگیره و متناسب با اون به شما گزارش میده. همین کار رو ما میتونیم یه فری فرم هایی رو درست بکنیم که بیاد این در واقع مالتی لیول فرمولیت رو، طرحنامه چند سطحی فرمول بندی شده رو به شکل 12 ماهه هم به ما نشون بده. مثلا هزینه ها رو مقایسه بکنیم، درآمدا رو مقایسه بکنیم، خیلی چیزای دیگه میشه فرم های مختلف ساخت، به هر فرم هم یه شماره خاص داد و بی نهایت فرم میتونیم درست بکنیم که با فرمول با هم ترکیب شدن و اینها رو میتونیم ازش طرحنامه مقایسه ای بخوایم و اینها رو به یه شکلی هم میتونه بیاد با متوسط ماهای قبل مقایسه بکنه، حالا مال ماه جاری رو بگیره و بیاد با متوسط در واقع ماهای قبل مقایسه بکنه. سندزنهای اتوماتیک همشون یه منطقی دارن که اون سندی که قرار تولید بشه به وسیله ماشین یا سیستم، اون سند مقصد، سند نهایی چطوری میخواد انتخاب بشه، یه منطق مشترکه. مثلا یه سند جدید بگنم برم تایی یه سندی بنویسم، برم روش بنویسم یا بیام به سند امروز شما اضافه کنم مثلا. و یک سندزن اتوماتیک دیگه هم داریم که این دفعه به اصطلاح ما میگیم هم مرکز میکنه، یعنی میاد حساب ها رو با همدیگه یکی میکنه، اونهایی که مربوط به یک یونیک آیدی باشن. مثلا فرض کنید طرف تو پیش دریافتا بستانکار 100 میلیون، اما بر تو حسابای دریافتنی بدهکار فرض 80 میلیون، میاد یه سند میزنه حساب دریافتنی رو با پیش دریافتش با هم دیگه پاس میکنه. تو طرف که دارید میبینید، میبینید که 20 میلیون توی پیش دریافت بستانکاره، دیگه دوتا چیگه تو طرف نمیبینید. و این یه ابزار خیلی خوبیه که آخر هر ماه قبل از اینکه ما بیام به مدیریت گزارش در بیاریم باید اینها رو یکی بکنیم تا طرف ما طرف شفافی باشه. و یک جدولی هم داریم که میاد در واقع هزینه های ماهانه رو ما میتونیم توش پیش بینی کنیم، درآمدها و هزینه های ماهانه رو پیش بینی کنیم و متناسب با اون بیایم در واقع ذخیره بگیریم، یعنی تعدیل هزینه در آخر هر ماهی یه سند اتوماتیک بگنیم نسبت به اون چی که پیش بینی کرده بودیم، هزینه های محقق شده رو بیاد تفاوتش رو بیاد ادجاست بکنه، تعدیل کنه با اون حساب ذخیره. که اینم باز یه امکان خیلی جالبیه که ریپل نوسانات قیمت تمام شده ما رو تو ماهای مختلف اینو سعی میکنه ریپل رو توی خط مستقیم نگه داره، نوسانات شدید نداشته باشه. این بخش تموم میشه و در ترم بعد ما باز هم در مورد حسابداری مطلب های زیاد دیگه ای داریم که در ترم بعد من تو فیلم بعدی خدمتتون عرض میکنم. خیلی ممنون.